سرخط خبرها طالبان برای از پا در آوردن فرماندهان جبهه مقاومت و مولوی مهدی از قیصری استفاده می کنند. سیاه ترین خبر امشب که تازه به دست ما رسید. طالبان در پنجشیر به جان هم افتادند. آغاز تلاشی خانه به خانه در شهر کابل. طالبان کسانی را که پشتو نمی فهمند لد و کوب می کنند. وزارت دفاع طالبان درگیری ها در بلخا پایان یافته است. و توماس ویس مشکلات بانکی افغانستان حل می شود. سلام دوستان، به یک از دیگر از ویدیو های این چینل خوش آمدید. تا آخر با ما بوده و ویدیو را لایک کنید. آغاز تلاشی خانه به خانه در شهر کابل. طالبان کسانی را که پشتو نمی فهمند لد و کوب می کنند. در آستانه برگزاری لوی جرگه از سوی طالبان، این گروه بار دیگر تلاشی خانه به خانه را در شهر کابل آغاز کردند. یک منبع به روزنامه صبح کابل گفت که تلاشی خانه به خانه صبح روز یکشنبه 5 سرطان در کارتی مامورین کارتی پروان و ساحات خوشحال خان از سر گرفته شده است. به گفته این منبع، طالبان یک تیم 150 نفری را برای تلاشی خانه ها موظف کرده و این بار آنها با روی کرد خشونت آمیز خانه ها را تلاشی کرده و دست به لت و کوب مردم می زنند. منبع می گوید افرادی که مسئول تلاشی خانه ها هستند بجز پشتو و اردو فارسی نمی فهمند و آن دهی از باشندگان محل که پشتو نمی فهمند را لد و کوب و توهین می کنند. گروه طالبان گفته است که تلاشی خانه به خانه به دلیل برگزاری لوی جرگه برا انداخته شده است. بر اساس گزارش ها قرار است که در جریان هفته روان نشست از سوی طالبان در تالار لوی جرگه در شهر کابل برگزار شود. تا اکنون در مورد موضوع اصلی این نشست و شرکت کنندگان آن معلومات دادن نشده است. وزارت دفاع طالبان درگیری ها در بغلان پایان یافته است. معاون دوم ریاست الوزرای طالبان در دیدار با شمار از علما و بزرگان اهل تشیعی بلخ بر جلوگیری از آسیب رساندن به غیر نظامیان در بلخ تاکید کرده است. با گزارش اسپوتنیک به نقل از تولونیوز، پس از پخش گزارش ها درباره درگیری ها میان نیروهای گروه طالبان و فرمانده مولوی مهدی در ولسوالی بلخ ولایت سرپل، اکنون وزارت دفاع طالبان از پایان این درگیری ها سخن می زند. در همین حال، معاون دوم ریاست الوزرای طالبان در دیدار با شمار از علما و بزرگان اهل تشیع بلخ بر جلوگیری از آسیب رساندن به غیر نظامیان در بلخ تاکید کرده است. از سوی هم، برخی از نهادهای جهانی به شمول سازمان عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، و گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان خواهان حفاظت از جان غیر نظامیان در بلخ شده اند. طالبان در پنجشیر به جان هم افتاده اند. صدای افغانستان. نیروهای طالبان در شهرستان دری ولایت پنجشیر حدود یک ساعت با هم درگیر شده اند. منابع محلی یک شنبه 5 سرطان با خبرگزاری صدای افغانستان یعنی پنجشیر نیوز میگویند که گروه طالبان حوالی ساعت 5 عصر روز گذشته در روستای کرمان شهرستان دره در ولایت پنجشیر با هم درگیر شدند که گفته می شود این درگیری تلفات نیز در پیداش است، اما از ارقام آن اطلاعی در دست نیست. منابع افزوده است یک کندک نظامی دیگر طالبان در این شهرستان از ادامه جنگ میان این گروه جلوگیری کرده است. گفته می شود پس از درگیری بین گروه طالبان در این شهرستان، شبکه های مخابراتی ساعت ها از طرف افراد این گروه قطع شد. این در حال است که پیش از این نیز گروه طالبان پروانی و هلمند دو مرتبه در این شهرستان با هم درگیر شدند که منجر به کشته و زخمی شدن چندین تن از افرادشان شده است. توماس ویس مشکلات بانکی افغانستان حل می شود.
شورای تاجران افغانستانی مقیم امارات روز دوشنبه 6 سرطان اعلام کرده که با توماس وز نماینده خاص امریکا برای افغانستان در امارات دیدار کرده است. با گزارش خبرگزاری افغانستان، توماس وز در این دیدار گفته است که مشکلات بانکی افغانستان به زودی حل می شود و امریکا تلاش های خود را در این پیوند آغاز کرده است. با تحولات سیاسی و نظامی سال گذشته در افغانستان که منجر به سقوط حکومت پیشین و تسلط مجدد طالبان در این کشور گردید، صف‌های طولانی مردم در برابر بانک‌ها برای برداشت پول فشار شدید بر بانک‌های افغانستان وارد کرده‌اند. سیاه‌ترین خبر امشب، فیض‌الدین فدرت. هر کسی که در مقابل نظام کنونی استادگی کند سرکوب می شود. قاری فیض‌الدین فدرت رئیس ستاد ارتش وزارت دفاع حکومت سرپرست طالبان هشدار می دهد که هر فرد به نام پنجشیری، بدخشی و قندهاری در مقابل نظام کنونی سر بلند کند سرکوب می شود. سخنان وی در یک نوار ویدیویی از سوی عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع طالبان، در تویت امروز دوشنبه 6 سرطان منتشر شده است. آقای فیض‌الدین فدرت می گوید که نظام کنونی به قیمت جان آنان به دست آمده و اکنون با هر قیمت از نظام کنونی افغانستان حفاظت خواهند کرد. زمان و مکان این ویدیو که از سوی خوارزمی در تویترش منتشر شده است روشن نیست. طالبان برای از پا در آوردن فرماندهان جبهه مقاومت و مولوی مهدی از قیصری استفاده می کنند. بهرام امان، تازه نظام الدین قیصری لحظات پیش وارد کابل شده است و قرار است از طرف طالبان برای جنگ در مقابل نیروهای جبهه مقاومت و افراد مارشال دوستم در سمت شمال فرستاده شود. جبهه مقاومت ملی در مساف دو جبهه. گزارش از خبرگزاری روزنامه 8 صبح. جبهه مقاومت ملی پس از آن به صحنه پا نهاد که طالبان در 24 اسد سال گذشته بر افغانستان مسلط شدند. پنجشیر تنها ولایت بود که پس از سقوط کابل به دست طالبان از هجوم این گروه در امان مانده بود. نه به این دلیلی که اهمیت برای این گروه نداشت، بلکه همچون دیگر ولایات لقمه آماده برای بلیدن نبود. خار داشت که خورنده آن را به سوی هاضمه گرفتار می کرد. در آن شب و روزها بود که جبهه مقاومت در ولایت پنجشیر علیه طالبان قامت برافراشت. موقعی که طالبان با توپ و تانک و لشکر تشنه جنگ پنجشیر را مقروض تهاجم و تاخت و تار قرار دادند، با مقاومت جبهه مقاومت ملی روبرو شدند، ولی دیر نپایید که مقاومت شکست و طالبان توانستند وارد پنجشیر شوند. ادامه این گزارش ها در ویدیوی دیگر ببینید. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر کافی است ویدیو را لایک کنید.